در ایران مردم به آمارهای رسمی بیماری کرونا بی‌اعتمادند. رئیس جمهوری به عنوان رئیس کمیته مقابله با این بیماری انتخاب شده. سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه ایران. بیماری ناشی از ویروس کووید 19 موسوم به کرونا حالا یک اپیدمی جهانی است. کشورهای زیادی درگیر ویروس شدند و ایران با توجه به آمار رسمی سومین کشور درگیر کرونا است. گرچه که بسیاری نسبت به این آمار رسمی شک دارند و میگویند آمار واقعی بالاتر است و ایران به احتمال زیاد در جای دوم قرار دارد. با وجود این، ایران هنوز سیستم قرنطینه‌ای که ایتالیا به دنبال چین برقرار کرده را در نظر نگرفته. عربستان رقیب منطقه‌ای ایران و به دنبالش بحرین که همپیمان عربستان است، تهران را متهم می‌کنند که با لاپوشانی درباره مسافرت اتباع این کشورها به ایران جان بسیاری را به خطر انداخته. ایران می‌گوید آنها سیاسی کاری می‌کنند. در شرایط فعلی ایران برای مقابله با کرونا چه باید بکند؟ آیا عدم قرنطینه چه در قم چه بعد از آن در کل کشور یک تصمیم سیاسی بوده؟ آیا حالا کار از کار گذشته یا هنوز هم می شود اوضاع را کنترل کرد؟ اگر می شود چگونه؟ کمک های بین المللی به ایران چگونه باید برسد و آیا تحریم ها سدی برای ارسال کمک هاست؟ در برنامه امروز سه متخصص دعوت کرده ایم. سید معاون رجوی، استاد سیاست‌گذاری نظام سلامت و استاد دانشگاه براندایس، آرش علایی، مدیر انستیتوی جهانی آموزش و سلامت و اینجا در استودیو نورالدین پیرمؤذن، فوق تخصص جراحی ریه و نماینده پیشین مجلس ششم. خوش آمد میگم به هر سه آقایون. آیه دکتر رضوی، میخوام از شما شروع بکنم. شما باهاتون صحبت میکردم، میفرمودید که در راستای سیاست‌گذاری باید کارگروهی تشکیل بشه. ممکنه کمی در مورد این طرح و این کارگروه صحبت بکنید؟ با سلام خدمت بینندگان و مهمونای عزیزتون، ممنون از فرصتی که من دوباره پیدا کردم که یه مقدار مفصل‌تر و فنی‌تر راجع به جزئیات صحبت کنم. این کمیته باید از لحاظ سیاسی در بالاترین رده ممکن انتصاب داشته باشه و من خیلی خوشحال شدم که دیدم که شخص رئیس جمهور پذیرفتن که بر اساس با توجه به جدیت قضیه که خودشون رهبری کمیته کارگروه رو به عهده بگیرن و این خیلی خیلی خبر خوبیه. یعنی شاید این قضیه براشون بیشتر اتفاق میافتاد، ولی اجازه بدید که همه به جلو نگاه کنیم، اینکه از قبل چی شد و اینا دیگه فکر نمی‌کنم زیاد کمکی به قضیه فعلی بکنه. الان فرصتی هست که با ارتقای کمیته به سطح شخص اول اجرایی مملکت امیدی داشته باشیم که بتونه در واقع این کار رو انجام بده. از لحاظ سیاست، از لحاظ فلسفه سیاسی کارگروه، مهمتر از همینی که این اقتدار سیاسی داشته باشه که حالا به نظر میاد با انتصاب ریاست جمهور این اقتدار سیاسی کسب شده و میشه امیدوار بود که این اقتدار سیاسی به هر حال به کار بیاد. آقای دکتر، ممکنه کمی بیشتر در مورد جزئیات این کارگروه صحبت بکنیم؟ خب خیلی خب، رئیسش رئیس جمهور هست، اما میدونیم در ایران که در بسیاری از جاها رئیس جمهور خیلی در واقع محلی از اعراب نداره. من امیدوار هستم که جناب رئیس جمهور بتونن از اقتدار سیاسی که بر اساس آراء ملی جمع کردن این کارو جلو ببرن. اگر در تا پیش از این رقابت‌های سیاسی در داخل می بود یا خدای نکرده کارشکنی یا اغمازی چیزی، الان بحران به حدی رسیده که فکر نمی‌کنم کسی تردید داشته باشه که باید کمک کنه و این فضای اضطراری که پیش اومده شاید کمک کنه که خیلی از این تفرق آرا و اینا رفع بشه و یه اتحاد ملی پیش بیاد که شاید بر اساس این اتحاد ملی این مسئله بسیار خطرناک که بحران امنیت ملی کشور، به نظر من این یک تهدید جدی امنیت ملیه. بله. کمتر از جنگ ایران و عراق نیست و من فکر نمی کنم کسی در این لحظه بخواد همکاری نکردن و به بهانه
عدم موازنه سیاسی و اینها چیز کنه و هیچ. خب اگه بخوایم به طور دقیق بگیر آقای دکتر رضوی، مثلا این کارگروه باید چند تا بخش داشته باشه، هر کدوم از این بخش‌ها باید چه بکنن؟ چهار ویژگی عمده براش باید در نظر گرفت. این مطالعات بین‌المللیه. مسئله اول اقتدار سیاسیشی که صحبت کردیم، منابع مالی لوجستیکیشه که امیدواریم که همه این نهادها در اختیار بذارن و تبعیت کنن. نکته ویژگی سوم اعتماد عمومیه که بسیار بسیار مهمه، مخصوصا در شرایط ایران. شرایط ایران، کشور مثل ایران، ایتالیا هم تا یه حدودی همینطوره. اینا مسئله اعتماد عمومیشون تنها سرمایه جلو بردن این کار این کمیته است. یعنی دولت ایران باید به هر روشی که میتونه این اعتماد از دست رفته رو چیکار کنه، باز بیاره. برنامه قبلی شما، من بعداً شنیدم که چند ده میلیون بیننده داشته. به هیچ وجه خوشحال نشدم. یعنی من نمیخواستم در ساعت 8 شب مردم به جای تماشای یک رسانه غیر ایرانی تو اون شرایط بحرانی ترجیح میدادم به اینکه گوش کنن که ببینن که الان دولت داره چیکار میکنه، الان ستاد کرونا داره چیکار میکنه. امیدوارم این قضیه برگرده و عوض بشه. نکته چهارم، ویژگی چهارم، مسئله شفافیت داخلی و بین‌المللیه. این خیلی خیلی مهمه. ببینید، شما اگر میخواید از کمک‌های بین‌المللی استفاده بکنید، باید با سلاح شفافیت پیش برید. حالا مثلا من امروز خیلی خوشحال شدم که دیدم که بالاخره بانک مرکزی و وزارت خارجه دارن حق ایران رو از مثلا فرض کنید بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول استعفا میکنن. بله، این یک پشتوانه شفافیت خیلی خیلی جدی میخواد که اگه وقت داشته باشیم، حتی راجع به اینکه به چه روشی باید این تکنیکال پروپوزال ها نوشته بشه که بانک و در واقع صندوق بین‌المللی پول نه تنها به ایران پول رو به سرعت بپردازن، بلکه شاید به عنوان best practices به بقیه دنیا آموزش بدن. بحث دیگه که شما فرمودید در مورد شفافیت، یک بحث بسیار مهم که الان هست، بحث قضیه شیوع هست و اینکه بسیاری باور ندارند آمارهای رسمی رو. خود مقام‌ها در ایران آمارهایی میدن که بسیار متفاوت است. یک نمونه اشاره بکنم، تا مثلا آمار سه روز پیش فرماندار کاشان و آران بیتگل میگفت 88 نفر در اون منطقه از اول اسفند کشته شدن به خاطر ویروس کرونا یا فوت کردن. در آمار رسمی در کل استان اصفهان میگه 2 نفر فوت کردن. یعنی که کاملا یک تصویر متفاوت و متناقضی ما میبینیم. فکر میکنید که چطور میشه این رو تصحیح کرد؟ ببین خانم آزده، من سعی میکنم حواسم به شایعات و اخبار پراکنده پرت نشه و تمام تلاش علمیمو بذارم اینکه دولت رو متقاعد کنم که شفافیت آماری اولین کلید موفقیت این ستادی که حالا از دیروز بریروز تشکیل شده. و الان بدترین کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که از با این بمباران اطلاعاتی توی سوشیال میدیا ببینیم که بالاخره کی داره راست میگه. مهم نیست، یک بحران ملی شکل گرفته، هیچ کس توش تردیدی نداره، عددش 1000 تا بالاتر یا پایینتر کمکی نمیکنه. مسئله اینجاست که از الان به بعد پیش گرفتن سیاست شفافیت به نفع ایرانه و به نفع دنیاست و به نفع ایران از این جهت که میتونه اعتماد دنیا رو جهت کنه و ازشون کمک فنی و لوجستیکی بخواد. این قضیه خیلی خیلی مهمه. من یه نکته رو فراموش کردم از لحاظ در واقع رسالت این کمیته بگم. اگه 2 دقیقه وقت به من بدی من خیلی سریع این رو خدمت میگم. ببینید، الان دنیا به این نتیجه رسیده که در واقع کارگروه هایی که دارن تشکیل میشن، حتی تو خود امریکا هم همینطوره. یعنی این مسئله ایران نیست، نگاه کردن دیدن که خیلی خوب از همین 2-3 کشوری که کار کردن به چه صورت پیامدش چطوری بوده و کجا در واقع این کارا موفق بوده. 2 تا سیاست خیلی خیلی اصلی اینجا که بسیار بسیار مهمه. هیچ کشوری توی دنیا، حتی همین امریکایی که من الان توش نشستم و در خونه رو خودم بستم، به هیچ وجه آمادگی امکان پذیرش این سیل عظیم از بیماری که مراقبت‌های ویژه و پیچیده دارن نداره. من مطمئنم دکتر علایی میتونه تایید کنه این قضیه اصلا هیچ تعارفی نداره. شما یه نظام سلامت تو دنیا اسم ببرید که به راحتی شما خودتون تو انگلیس، من مطمئنم الان سر کار که اومدید با کلی پارانوی سر کار اومدید که خدا نکرده مثلا اگه اتفاق بیفته، خب طبیعتاً بیمارستان و دکتر برای من جا نداره. خب بنابراین اولین رسالت این کمیته و بعد خواهش من از شخص رئیس جمهور و کسایی که توی سطوح اجرایی کمیته نشستن اینه که به هر روشی سرعت شیوع رو کاهش بدن. ببین، شما وقتی که سرعت شیوع رو کاهش میدید، به ظرفیت فعلی نظام سلامت این فرصت تنفس رو میدید که بتونه خودش رو دوباره ریورگانایز کنه
و ظرفیت‌های خودش رو جابجا کنه، بهره‌وریش رو بالا ببره و پاسخگوی اون بخشی که به طور طبیعی ولی با سرعت کمتر نیاز به در واقع لایف ساپورت بیمارستانی داره رو چیکار کنه؟ جمع ببره. یک اشتباهی تو دنیا داره اتفاق میفته که من فکر میکنم ایران هم ممکن این اشتباه رو بکنه و بخاطر همین از الان وظیفه دارم که در واقع هشدار بدم. ببینید، نگاه کردن به این که چین سه روزه بیمارستان ساخت بسیار گمراه کننده است. الان همه دنیا به این نتیجه رسیدن. خب مخصوصا برای ایران. ایران هیچ زمان کارنامه موفقی توی اجرای پروژه‌های عمرانی نداشته و نخواهد داشت. به هیچ وجه. حتی پروژه‌ای که 20 سال وقت داشتن هیچ کدومش به نتیجه درستی نرسید. برای اون طرف رفتن مسمومه. به دلیل اینکه شما اگه منابع فکریتون و منابع اجرایی لوجستیکیتون رو بذارید روی تخت بیشتر ساختن، مطمئن باشید مسابقه با اینکه مریض بیشتر تولید بشه یا شما تخت بیشتر بسازید اولی برنده است. این ویروس مطمئنا شما رو شکست میده. خب برای جلوگیری از شیوع خیلی کوتاه بگید آقای دکتر. برای جلوگیری از شیوع پیشنهاد شما چیه؟ خیلی کوتاه اگه ممکنه. من تجربه چین رو خیلی سریع مرور کردم به دلیل اینکه تجربه چین داره مدون میشه، یه بخشش در اومده، من میتونم با تسریع برنامه‌تون در اختیار ایران بذارم میشه و در واقع همه دارن ازش استفاده میکنن. ببینید چین در واقع از لحاظ ویژگی اومد مناطقی رو که شیوع بالا، شیوع خوشه‌ای و کلاستری و شیوع تک و توک داشتن اینا رو جداشون کرد و سیاست‌های منطقه‌ای رو اومد تمرکز زدایی کرد و سپرد به دست در واقع فرماندارها و استاندارها. که مثلا شمایی که الان توی این منطقه شیوع بالا هستید، روش سیاستاتون این هاست و باید این کارا رو بکنید و در واقع تجربتون اینطوری با هم شیر میکنید. بعد توی منطقه مثلا خوشه‌ای یه سیاست دیگه داشت، منطقه کم چیز هم یه بخش سیاست دیگه. اینا همش مدون شده توی این برنامه کوتاه نمیشه، ولی خبر خوب اینه که همه اینا موجوده. خیلی سریع میشه اینا رو مطالعه کرد. و یه کار دیگه هم که چین خیلی مهم انجام داد اینی که کنار این کمیته های تخصصیش یه بخشی که در واقع فقط کارش مطالعات برنامه ریزی شهری و حمل و نقل هست رو اونجا باید اینا حتما داشته باشن. ببینید رئیس جمهور و تیم اجرایی بدون مشاوره اپیدمیولوژیستا به همکاری متخصص های برنامه ریزی شهری و حمل و نقل هیچ کاری نمیتونه انجام بده. یعنی اینا باید سر میز باشن. ممنونم آقای دکتر پیرمعزن. صحبت‌هایی که آقای دکتر رضوی کردن رو شنیدیم، بیشتر صحبت‌های ایشون هول و هوش یک همکاری ملی هست برای یک کاری که باید همه گروه‌ها در واقع دست به دست هم بدن. شما در ایران کار کردید، با سیستم ایران آشنا هستید، چنین کارگروهی فکر می‌کنید که با توجه به زمینه‌هایی که ایران داره چقدر قابل اجراست؟ منم سلام عرض میکنم خدمت میهمانان گرامیتون و هموطنان عزیزم در هر کجای دنیا. نگاه کنین آقای دکتر رضوی از یه زاویه‌ای به مسئله نگاه کردن، از زاویه بیسیک ساینس، یعنی از زاویه‌ای که چجوری میشه با یه چنین مشکلاتی روبرو شد. کسی که با کریدور سیاسی ایران آشناست مطمئناً به راحتی میتونه قبول کنه که آقای روحانی توی فضای فعلی سیاسی کشور منفورترین چهره است. الان منفورترین چهره است از نظر ملت ایران، برای اینکه هر چی گفت هیچ کدوم عمل نکرد. منفورتر است از نظر خود نظام جمهوری اسلامی. درست 3-4 هفته قبل از همین حرفاش در انتخابات مجلس دامادش رو رد صلاحیت کردن، خواهرزادش الان رئیس هلال احمر تو زندانه. علتی که آقای روحانی رو آوردن جلو، حالا آقایین بزرگوارا تو امریکا هستن، ما تو امریکا یک اصطلاحی داریم بهش میگن اسکیپ گوت، یعنی یه بز مقدس. این من اینو اولین بار از آقای جان مکین مرحوم شنیدم. توی امریکا خیلی این اصطلاح استفاده میشه. معنیش اینه که وقتی یه بلایی، یه مصیبتی، یه حادثه اتفاق افتاده، یک رو وایستی بندازین قربانی بشه تا اون عقبه در واقع بشه که سروایو بشه. آقای خامنه‌ای در واقع سلام، این نق... بله، وقتی آقای پزشکیان اومد، با پزشکیان من بالاخره 20 سال با هم بودیم. نه. وقتی دکتر پزشکیان اومد گفت که آقای لاریجانی میخواد معاون فعلی مجلس، پای مقام بعد معاون اول مجلس، دکتر مسعود که اومد گفت که ما میخوام یه نامه بنویسیم از طرف مجلس به رهبری که رئیس جمهور بیاد به اصطلاح بشه رئیس کمیته کشوری
بله، من حق میدم به آقای دکتر رضوی که فکر کنه که بله، یه رئیس جمهوری میاد با قدرت، تمام سیستم ازش حمایت میکنه و این میتونه یک تحولی در مدیریت کرونا. من با آقای دکتر از این نظر موافقم، ولی وقتی که شما در واقع بک چیز اینو در جریان قرار میگیرید، میبینید که این آقای خامنه‌ای که فکر میکرد این کرونا ویروس در... چون دکتر ولایت روز اول اومد گفت چیزی نیست، همینجوری میره اپیدمی میره بالا. راست میگه آقای، میدونن که یه هرمیه، ما اپیدمیش کرو داریم، گفت میره بالا، هفته آینده هم میاد پایین. آقای خامنه‌ای هم گفت یه بیماری مسخره ایه. بعد متوجه شدن نه، این داره کاملا مردم رو میکشه، یه حادثه بزرگی داره اتفاق میفته. الان بیمارستان ها شدن قطرگاه، پزشکا دارن میبینن. اینجا بود که خب حالا کی مقصر این ماجرا؟ مجرم اصلی این داستان که اونی که اجازه نداد زمانی که ویروس داشت در کشور آزادانه پخش میشد گفته بشه، خب کی بود؟ اون کسی که همه تصمیمات کشور به دست اونه. حالا باید یکی توی این وسط قربانی بشه، آقای روحانی. حالا تازه آقای روحانی هم قبول نمی‌کرد، میگفت که من بودجه‌شو ندارم. اون چیزی که آقای دکتر فرمودن راست هم میگن، در چاینا، در شهر ووهان وقتی این بلا اومد، دقیقاً همون کالچری که ما در چین داریم و در ایران هم داریم. یعنی در ایران هم چطور مخفی کاری کردن؟ دکتر لی اولین کسی که اومد مریضا رو که وقتی معاینه بکنه دید که این ویروس خیلی مغایر با اون سارسه. اومد، چون اونجا میدونید در چین هم مثل ایران توییتر و نمیدونم اینستاگرام و فیسبوک بسته فیلتره، اون اومد توی یک چیز مال دانشکده که اونجا کار میکرد، نوشت که یه چنین بیماری است، آوردنش، گرفتنش، بعد ازش امضا گرفتن، دیگه در مورد این ویروس حرف نمیزنی. بعد که ایشون خفش کردن، بیماری زد بیرون. وقتی که زد بیرون، چینی ها، آقای دکتر یه نکته خیلی خوب اشاره کردن، چینی ها اومدن یه جوینت کمیشن، یه کمیسیون مشترک درست کردن، دیگه درشون رو بستن. کارشناس های از سازمان بهداشت جهانی رفتن، کارشناس های از دانشگاه هاروارد، جان هاپکینز دعوت کردن و دیگه تینک تانک و یه تسک فورسی درست کردن که دیگه نمیدونم آخونده یه امام مشکی بیاد، امام سفید بیاد، نه، یه آدمای کاملا آکادمیک، آدمای ساینتیفیک، تا اونا بتونن الان در من البته کاش آقای دکتر اینو اضافه میکردن، کاش از جامعه پزشکان، جامعه جراحان، جامعه انجمنهای دانشگاهی، انجمنهای علمی، یعنی الان نشون داد. شما الان دیدین که دیگه باور کن طلبه ها افتادن رفتن تو بیمارستان. بچه ها دیروز از بیمارستان هم گزارش از تهران میگیرم، یعنی بدتر کردن موضوع. یعنی فکر میکنن که فکر میکنن آدم های غیر علمی، غیر تخصصی در این داستان دخالت کنن، ضمن اینکه کمک نمیکنن به این داستان حل مشکل، شاید بشه اونو پخشش هم میکنن. آقای دکتر علی، شما یه تجربه دارید در مبارزه با ایدز که یه جورایی به نظر میاد یه شباهتی داره وضعیت فعلی با اون وضعیت، مسئله لاپوشانی و نگفتن واقعیت. شما در اون مورد به نظرتون چه کارهایی باید انجام میشد در مورد ایدز که نشد؟ حالا البته ایدز یه موقعیت کاملا متفاوتی داشت از این نظر که این بیماری خیلی بیشتر سرایت میکنه از راه‌های خیلی ساده‌تری نسبت به ایدز. ضمن عرض سلام خدمت شما و مهمانان محترم و بینندگان عزیز و تشکر از آقای دکتر رضوی برای طرحی که پیشنهاد دادن، من هم به نوبه خودم و با همکاری برادرم یک سایتی رو پیدا کردیم از طرف دولت ایران که اونجا اون سایت باز بود برای همه که طرحاشون رو ارائه بدن. ببینید، ما باید اول به نظر من در موقعیت حاضر، چون یک بحث علمی میخوایم بکنیم، از سیاست فاصله بگیریم، از اون ایرانی بودن خودمان هم فاصله بگیریم. فرض کنیم راجع به یک کشور ثالث صحبت میکنیم، علم به ما چه میگه؟ علم میگه که وقتی در موقعیت اورژانسی قرار میگیرین باید یک اسسمنت انجام، یک بررسی وضعیت موجود. حالا چون موضوع کشوریه، میگه بالاترین مقام تصمیم گیرنده کشور. تو من همینو میگم آقای خامنه ای، تصادفا منم همینو میگم. آقای خامنه ای تصادفا ایشونه، همینه. اجازه بدید آقای علی صحبت کنم. تصادفا منم همینو میگم. اجازه بدید آقای علی صحبتتون تمام شه. رهبر در کشور ما، در کشور مثل آمریکا، آقای رئیس جمهور باید بیاد درگیر بشه. حالا به خاطر مشغله زیاد ایشان میتونه تنفیذ کنه قدرت خودشه به کسانی که خودش صلاح میدونه. چرا؟ چون نیاز هست که تمام نیروها، امکانات مالی، امکانات زیرساختاری متمرکز بشه. ولی این برای تسهیل کردن اجراست، نه برای اجرا.
با توجه به همون اسسمنت یا بررسی وضعیت اولیه ما باید ساختار ایران رو نگاه کنیم. ما در هر استان دانشگاه علوم پزشکی داریم. جمعیت ما در شهرهای مختلف تمرکزش فرق داره، فرهنگ فرق داره، دسترسی به امکاناتش فرق داره. یعنی استان سیستان و بلوچستان با استان تهران دسترسی و تمرکز جمعیت و فرهنگی فرق داره. پس باید برای اجرا متمرکز عمل نکرد، یک ستاد تشکیل نشه و نسخه بپیچه برای تمام کشور، بلکه از توانایی و زیرساخت نیروی انسانی تحصیل کرده ای که واقعا سالها نشان دادن که خوب عمل میکنن استفاده کرد برای اجرا در هر استان، برای اینکه این ایجاد کنه تنوع کارها، نوآوری. ما یک بیماری نوپدید داریم. آقای دکتر علایی، الان ما مسئله که داریم این هستش که استانهای شمالی گیلان، مازندران، گلستان وضعیت استثنایی و بسیار وخیمی گزارش شده ازشون. چند تا استان مرکزی مثل قم، اصفهان، استان مرکزی هم همینطور. وقتی به سمت جنوب میایید و همینطور به سمت مرزها میرید، مثل اینکه اوضاع بهتر هست. اما مسئله این هستش که استانهای مرزی هم به هر حال دیر یا زود درگیر میشن. اینکه شما میفرمایید که در واقع اینها باید بره در مراکز استانها، این مشکل رو ایجاد میکنه که آیا اونها امکانات کافی رو دارن؟ ما همین دیشب با یک پرستاری در مثلا یکی از استانهای مرکزی که کم بضاعت هست صحبت میکردیم، میگفت ما 9 تا فقط تخت ICU بیشتر نداریم. در چنین شرایطی چه باید کرد؟ ببینید، اونجاست که ستاد باید کمک کنه. یعنی احتمال داره که در یک نقطه به خاطر کمبود ICU نیاز باشه که ستاد سریع اونجا یک کاری را انجام بده، یک درمانگاه یا یک بیمارستان کوچیک بزنه، یا در جای دیگه به خاطر نوع مشکلاتی که داره تفاوت داشته باشه. اگر شما دقت کرده باشید در فیلمی که پخش شد از رئیس دانشگاه گلستان، واقعا به ایشان من تبریک میگم، احسنت میگم، شروع کرد شفاف صحبت کردن که ما پروتکلامون در استان ما نمیتونه تبعیت کنه از تهران و به خاطر این ما بیمارا دارن فوت میکنن و گزارش ها اعلام نمیشه. خب این همون دیسنترال کردن یا غیر متمرکز عمل کردن شدنی هست با توجه به اینکه سال هاست در ایران همه چیز داره سنترالایز و مرکزگرا میشه. الان آیا میشه در این بحران یک دفعه اومد و کل اون سیاست رو تغییر داد؟ ببینید، در اجرا متمرکز عمل نمیشه. تصمیم سازی در ایران متمرکزه. هر دانشگاه علوم پزشکی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قائم مقام وزیر در استان خودش. پس در نتیجه از لحاظ ساختاری و از لحاظ نیروی انسانی، منتها میدونیم که توزیع نیروی انسانی در ایران یکسان نیست. به خاطر همین اون ستاد کلی که ستاد پشتیبانی خواهد بود نه اجرایی، اون موقع میتونه کمک کنه مثلا به نیروی انتظامی، به ارتش، به سپاه دستور بده که پزشکای شما حالا برن در اون استانی که ما نیرو کم داریم. پس لب کلام من اینه که ما باید از تمام امکانات استفاده کنیم. من استفاده میکنم همینجا میگم اتفاقا ما مؤممین آخوندها هم اینجا نیاز هستن، ولی نه برای نوع برنامه ریزی، نه برای چه تکنیکی باید بکاریم، برای آگاه کردن مردم. خب جماعت زیادی میرن مسجد، جماعت زیادی پیرو اون مؤممینن، پس اونها اگر درگیر بشن برای اطلاع رسانی بد نیست. افراد کلیدی در تمام ما توصیه هایی که ببینید سازمان جهانی بهداشت، علم پزشکی، این اولین بار نیست که اینجور موقعیتی را میبینه و تجربه میکنه. از تجربیاتی که قبلا شده، افراد کلیدی در هر منطقه، شاید یک منطقه سخن یک فرد مؤمم نفوذش بیشتر از یک پزشک باشه، پس اون هم باید بیاد در تیم اجرایی. ولی بحثی که الان وجود داره، نگرانی که الان وجود داره، ببینید حرکت وزارت بهداشت به نظر میاد رو خوب شده، ولی مشکلی که هست اینه که از یک ستاد در تهران برای همه کشور یکسان نسخه پیچیده میشه که این باعث میشه که ما مشکلاتمون نتونیم مدیریت کنیم. بسیار خوب. من به نظرم میاد که یک بحث جدی که هر سه آقایون روش تاکید دارن بحث بی‌اعتمادی هست و این میدونیم که به هر حال که موزل عمده است در شرایط عادی ایران مدت هاست که وجود داشته، در چند ماه اخیر به دلایل این تشدید شده. آقای پیرمحزن، من یک بار دیگه این رو از شما بپرسم با توجه به اینکه شما به هر حال سابقه سیاسی هم در ایران دارید، آیا فکر میکنید در شرایط فعلی نباید مردم اعتماد کنند به حکومت با توجه به اینکه به هر حال این یک مسئله هست که همونطور که آقایون گفتن فراتر از یک کشور و یک مسئله داخلی هست، یک مسئله بین الملل؟ ببین، الان کلید حل مشکل در امروز و فردا یک
در واقع کلید معما سوشیال دیستانسینگ، یعنی همه باید خونه هاشون بمونن، سفر نکنن، محل کار نرن، نمیدونم بازار نرن، دانشگاه ها نمیدونم، همه باید تعطیل باشن. یعنی ما باید فقط شدت آلودگی رو الان باید کم بکنیم. این چاره کار در حال حاضر. از نظر مدیریتی که در ایران هست، شاید فرق من اینه که منم رئیس دانشگاه بودم، قایم مقام وزیر بودم، کمیسیون بهداشت، من این افراد را میشناسم، نه برای اینکه چون رئیس جمهور شدم میشناسم. اینا رو من 40 سال میشناسم و قشنگ میدونم که هر کسی الان توانایی چقدره و هر کسی کارایی چقدره و هر کسی نفوذش در اینه. مثلا فرض کن آقای به عنوان مثال همین آقای رئیس جمهور الان شده رئیس کمیته، که خودش وقتی میدونی که وقتی پزشکیان اون نامه رو گفت، فرداش اومد خود روحانی گفت آقا من اصلا رئیس کمیته هستم، هر روز در جریان هستم، حتی خونه نشینم بودم، جلسات رو تشکیل میدادیم، نگفت که اصلا من نبودم. یعنی به طور یعنی وقتی یه کسی رئیس جمهوره، ما باید هر روز بهش بگیم آقا تو رئیس جمهوری، یا بسم الله اینو حل کن. ولی خب میدونیم که انتقادات زیادی هم به اونش هم به وزیر بهداشتش، به خصوص آقای نمکی. مشکل همینجاست. نگاه کنین، دکتر نمکی معاون بهداشتی بود، ما با هم 5 سال با هم کار کردیم. دکتر نمکی کارشو بلده، از نظر نالج و از نظر دانش در واقع برخورد با اپیدمی رو بهتر از هر کسی میدونه. و همون هم بود که رفت گفت بابا زود ببندین، گفت اگه نبندی من استعفا میدم. بعد دکتر مرندی وساطت کرد و اون نامه ها رد و بدل شد. الان برای حل یه مشکلی به این موزل فقط باید جامعه پزشکی، ببینین شما درست از روحانیون استفاده بکنین مشکلی نیست، ولی در جای خودش وقتی که یک روحانی داره میگه که روغن بنفشه رو برین استفاده کنین، روغن بنفشه در کشور پیدا نمیشه، یا اون یکی میاد میگه که ویتامین دی رو بدین، اصلا تمام داروخونه دی، یعنی الان داره میس اینفورمیشن، یعنی اطلاعات غلط. ما الان به نظر من والله اگر الان بهترین، یعنی میشه خواهشی که از همه اون روحانیون بکنیم بگیم شما تو خونهاتون بمونین، مسجداتون رو ببندین یه دو هفته. اگر این مملکت درست نشود، اگر این همین الان افتادن گفتن آقا جا ما بریم، حتی تیمی کشن در بیمارستان ها. پرستار یک از اسم بیمارستان، نمیخوام بگم که ممکنه براش مشکل، گفت آقا ما اصلا موندیم به اینا چجوری بگیم آقا شما خواهش میکنم از در بیمارستان وارد نشین. ببینید به آقای احمد جاد، من یه بار گفتم آقای احمد جاد تو حرف زدن بلد نیستی، حرف نزدن هم بلد نیستی. بعضی موقع حرف نزدن، عمل نکردن خودش بهترین عمله. صحیح. مشکل الان باید به دست اینجا ما رو میرسونه به بحث بعدی. من با آقای دکتر رضوی موافق، این با ایشون موافق ما. من میگم که اون آدمایی که این تاسک فورس و این کمیشن و اینایی که مستر مایند حل مشکلن، من میگم اصلا نیازی به این آقای روحانی نیست. چرا نیست؟ برای اینکه ما باید بودجه بگیریم. وزیر نفتش رو فرستاد گفت پول ندارم. خود آقای روحانی وقتی که گفتن که رئیس بگو آقا جان به من از اون پولایی که اون دلارهای آقای اوباما هست، ما الان آقای فرناز خانم نگاه کنین، بیمارستان الان بیمارستان مسیح دانشوری، من لحظه به لحظه در تماسم، آقای دکتر پیروی دوست صمیمی من رسیده بیمارستان، این توبه شده چند ساعتی گرفته. بیمارستان الان دستکش نداره، بیمارستان گان نداره. ما پزشکا وقتی با یه مریض روبرو میشیم باید کاوریج نداره. دقیقاً بحث من همین هست. آیا کمک‌های بین المللی نباید الان به ایران برسه؟ همین رو میخوام بگم. نکته که من به آقای دکتر میخوام همین الان، من میدونم که با تیپ با سازمان بهداشت جهانی، به خاطر اینکه من 5 سال که من نماینده مجلس بودم، نماینده پزشکان عضو پارلمان های دنیا بودم در سازمان بهداشت جهانی، یک رابطه صمیمی من تو بهداشت جهانی. اینا الان اومدن گفتن این داروی چیزو دو تا پروتکل داروی درمانی دارن، گفتن چون برای اینکه این دارو اپروو بشه باید چندین کشور بره، یکی از کشورهایی که انتخاب کردن یعنی ایتالیا بود و ایران بود و کره جنوبی. بعد گفتن، بعد گفتم خب اشکال نداره بذار من هماهنگ کنم ببینم ایران. گفتم ما اجازه نمیدیم. آقای دکتر رضوی، اگه الان یه آمریکایی یا یه اروپایی با یه بسته دارویی بره وارد فرودگاه مهرآباد بشه، بگه آقا من میخوام این دارو رو بدم بیماران شما را تست کنم ببینم این دارو آیا اثر داره، به نظرتون آیا اجازه خواهند داد که وارد بیمارستان بشه؟ آقای دکتر رضوی، یه امریکاییه. من اصلا در موقعیتی نیستم که از نظر روز مثلا فنی اینا بکنم، بنابراین اصلا جوابی برای اون سوال ندارم. ولی میدونم که شرایط فعلی که پیش اومده، بانک جهانی، صندوق بین المللی به همکاری سازمان ملل،
در واقع فسیلیتیت میکنن، یعنی اگر که ایران پروپوزالی که میخواد بده شفاف باشه و درخواستی که میخواد بده از طریق وزارت خارجه توسط یه سری دیپلمات کار کشته زیر نظر آقای ظریف و بقیه انجام بشه، من خوشبین هستم که ایران میتونه. الان آقای ظریف این درخواست رو مطرح کرده، الان ما بله. خبر داریم که آقای ظریف به هر حال این درخواست رو مطرح کرده، گفته اون کمک جهانی که قرار هست به همه کشورهای درگیر داده بشه بخشش رو گفته که به ایران بدید، بخش مشخصیش رو. ولی بحث این هستش که با توجه به تحریم ها، با توجه به وضعیتی که ایران داره، آیا این کمک ها به ایران میرسه؟ من این برای من سوال هست. مثالی بزنم به شما در زلزله بم، همین شهری که آقای دکتر در بوستون است، از زلزله بم، در زلزله بم بیمارستان ماساچوست جنرال هاسپیتال که بزرگوارا اونجا هستن، یک تیم جراحی با یک هواپیما تجهیزات پزشکی و اتاق عمل سیار بردن تو بم، اتاق عمل زدن، تمام مجرور دیدن، 6 ماه اونجا موندن. حتی یه آلمانی اومدن اونجا یه بیمارستان، اون موقع دیگه چون تفکر سیاسی نبود که هر کی خارجی جاسوس. خب همین من میگم اون تفکری که میتونه به تمام سیستم امنیتی، سیستم اطلاعاتی اجازه بده. آقا جان شما، ما الان فرناز خانم، ما هیچ، حتی همین آقای دکتر، بله. همین آقای دکتر باید اینا رو اجازه بدن برگرد ایران، تمام این تفکرها، این مستر مایند رو جمع بکنن، یک در واقع یک اراده ملی، یک عزم همگانی بر اساس دانش، بر اساس علم. و ثانیاً هیچ چیزی هم اینجا فکر نکنین اینجا پنهانه ها. الان بر اساس عملکرد روزمره سازمان بهداشت جهانی، دستورالعمل‌ها اینقدر روز به روز، یعنی هر لحظه، هر روز یه دونه گزارش از بهداشت، آقایون دیدن یا خوندن، هر روز یه گزارش بیاد. فرناز خانم، اولین گزارشی که از سازمان بهداشت جهانی اومد 19 ژانویه است، آقایون میدونن ایران 19، اولین اسمی که در این گزارش روزانه از ایران اومد 21 فوریه است یا 20 فوریه است، یعنی ما یک ماه، خب این یک ماه همه میدونستن که این ویروس داره در کشور آزادانه میچرخه. آقای دکتر رضوی، این بحثی که آقای پیرمؤذن میکنن برمیگرده به اون صحبت انتقادی که هست از قرنطینه نشدن، هم در مرحله ای که میگن چرا قم رو قرنطینه نکردید، هم الان که میگن که آقا ایتالیا و چین ایتالیا قرنطینه کرده بر اساس تجربه چین، تجربه چین تجربه موفقی بوده، ولی ایران هنوز هم تم قرنطینه نمیده. به نظر میاد که یک بحث سیاسی هست. ببینید همه کشورها مقاومت میکنن در مقابل قرنطینه، ایتالیا هم لحظه این کارو کرد که دیگه چاره ای نداشت. شما فکر نکنید که نشستن دیدن که چین این کار کرده، انجام شد، تموم شد و اونام همین کارو کردن. نه، بیش از این نیست. دیروز من کلاس درس بودم، احساس کردم که دیگه از دانشجوام سرفه میکرد، بقیه دانشجو ناراحت بودن، کلاس رو وسط کار قطع کردم. بعد از ظهر پرزیدنت دانشگاه درخواست کرد که حالا تا 2 هفته دیگه هم باشیم، بعد بریم آنلاین. شب دانشجوها همه شروع کردن به من ایمیل زدن که آخه این چه درس میمیه. من باشون موافقم، خب آمریکا هم الان داره کندی میکنه. ببینید شما مقاومت در برابر تغییر شرط موجود، این خاصیت بشریه. حالا ایران خب الان با وضعیت ایران باید قرنطینه بکنه یا نباید بکنه؟ آقای دکتر رضوی الان وضعیت چطور است؟ به نظر من باید به هر سبکی که میتونن، با توجه به رسیدن دید و بازدید نوروز، واقعا با سخت‌ترین روش، حتی اگه شده قوه قهریه، از روش مسالمت به هر روشی به مردم بقبولونن که اگر از خونه بیان بیرون، این سیل ویرانگر این ویروس احتمالاً ممکنه که واقعا به یک بخشی از تاریخ سیاهی از تاریخ ایران تبدیل بشه. این شوخی نداره و من نمیدونم باید به دست و دامن کی شد. احساسم اینه که الان یه مقداری همدلی ملی میخوایم و بذاریم همه بخشای گذشته، بحثای گذشته رو کنار، با نگاه رو به جلو. ما وظیفه داریم شهروندای ایران رو محافظت بکنیم و اگه بابت این قرار به هر جای دنیا هم التماس بکنیم، من ایرانی حاضرم این کار رو بکنم. و الان فقط به نظر من ما الان یه آشتی ملی خیلی جدی میخوام، این مشکل رو حل کنیم، بعد هزاران مشکل سیاسی حل نشده نیم قرن گذشته رو احتمالاً سال بعد میشه حل کرد. خب الان نگرانی کسایی که، ببینید من مثل دکتر علایی و دکتر معزن دانشکده پزشکی نرفتم، اینا همه قسم خوردن، اینا آدمایی هستن که از دانشگاه میان بیرون قسم میخورن. من به قدری با این آدما کار کردن الان تبدیل شدم به یه آدم قسم خورده. خب وظیفه من الان اینه که بدون اینکه اجازه بدم مسائل سیاسی اینا سایه بندازه رو تفکر علمیم، ببینم که الان چه کار میشه کرد همسایه‌مو نجات بدم. من دیروز پریروز یه سری خبر خوبم هست اینجا. بعد از اینکه پریشب اعلام کردن که یکی از این کنفرانس‌های علمی از اروپا مهمان آورده و شهر آلوده شده، من سری رفتم تو شهر یه سری غذا اینا بخرم بیارم. اون موقع که آوردم
برای اینکه همینطوری به خانواده تسلا بدم چون اونا هم کارو میکردن، عکس گرفتم گفتم ببینید کرونا اینجا اومد و من الان گرفتارم و این کنسروا رو خریدم و الان تو خونه اینجا من زندانی هستم. تا اومدم این وسایل جا به جا کنم، شما باورتون نمیشه 100 تا واتساپ مسیج برای من اومد که خواهرزاده و دوست و آشنا و فامیل و همسایه کفش تو کجا گذاشتی؟ پلاستیک اینو چیکار کردی؟ چرا اونو روی اون گذاشتی؟ تو اصلا دستکش داشتی رفتی بیرون؟ بله. این خیلی مهمه. یعنی مردم تو ایران آگاهی پیدا کردن. فقط جوک بود خانم قاضی زاده. سه هفته پیش روی واتساپ بجز جوک و کلیپ کمدی یا اخبار مزه در حقیقت الان مردم همه ترسیدن و این من خدا رو شکر می‌کنم. خب یعنی اونا دارن به من توی آمریکا نشسته آموزش میدن و من احساس میکنم که راست میگه بدن اینکه اینا یاد گرفتن. بذارین این فرایند آموزش مردم، آگاهی عمومی، حتی به قول دکتر علایی سراغ معتمدین ده و شهر رفتن و التماس کنیم که به مردم بگید که این عید رو بشینید تو خونه به تضمین این که عید سال بعد حکومت دو ماه تعطیل کنه و کل دنیا رو بگردید. بله. این به نظر من بجز این الان ماها آدمایی که به خاطر اینکه بلد نبودیم مکانیک راننده تاکسی بشیم تو کتابخونه خودمون رو حبس کردیم، اگه یک بار در دنیا ما ذهنمون به یه دردی بخوره اون امروزه. بله. خب بنابراین من اصلا به حاضر نیستم وارد هیچ بحث سیاسی بشم، گرچه به خدا قسم دلم پره. خب اما الان بذاریم ببینیم چطوری میشه مردم رو نجات داد و این کشور رو از این بحران جلو برد. ممنونم آقای دکتر علایی. بحثی که ایشون مطرح میکنن رو که گفتن قوه قهریه هم حتی باید به کار گرفت برای اینکه مردم بشینن توی خونه اگر لازم شد، بسیاری نگرانن که اصلا نشه این سیستم قرنطینه رو در کشوری مثل ایران اجرا کرد. ما میدونیم که به هر حال چیزهای روابطی هست در ایران که خیلی سخت بشه که مردم رو هدایت کرد به یک سمتی و بعد مگه اینکه خودشون دل بخواه بخوان که این کارو بکنن. مثل چین نیست که بشه با اون سیستم مثلا پلیسی اجرا کرد. ایران به هر حال مشخصه‌های خودش رو داره. فکر می‌کنید در ایران چطور میشه قرنطینه رو اجرا کرد اگه نخوایم قوه قهریه رو به کار ببریم و اگر مردم به هر حال نپذیرن اونجور که گفته میشه بهشون که بشینید تو خونه؟ مهمتر از مسائل و منابع مالی اعتماده. ببینید اعتماد در تمام پروتکل‌ها، در تمام تجربیات گذشته‌ای که بشر داشته و ثبت شده و سازمان جهانی بهداشت ثبت کرده، قبل از اینکه بخواد بگه نیروی انسانی، قبل از اینکه بخواد بگه وسیله یا پول، میگه اعتماد. اعتماد را دسته‌بندی می‌کنن. یک، شفاف سازی. دو، حتی پیشنهاد میشه که اگر رقم‌ها و عددهاتون کاملا تصدیق شده نیست، باز اونم در جریان بذارین مردم رو. نترسین از اینکه واکنش منفی نشان میده. میگم چندین و چند بار ما این بیماری ها رو تجربه کرده جهان. پس اعتماد سازی مهمترینه. وقتی که اعتماد سازی شد، مگر کسی دوست داره که بمیره؟ خب کسی که این جنبه بشریه. پس مشکلی که هست اینه، اعتماد نمیکنه، سوار ماشینش میشه میره رو به شما. حالا چطور اعتمادسازی باید بشه؟ اعتمادسازی فقط از ستاد اصلی نیست. اعتمادسازی از کسانی که مجری هستند. من باز برمیگردم. وقتی که در استانها معتمدین بستگی به شرایط استانه. یعنی بعضی سازمانهای مردم نهاد باشن در این اطلاع رسانی. من میبینم وزارت بهداشت داره خوب اطلاع رسانی میکنه. ولی فقط سخنگو میاد. چه بهتر بود؟ یک تیمی هم کنار این سخنگو میشست که مردم میدیدن این اعداد و رقم ها از کدام گروهی که مورد اطمینان مردمه میاد بیرون. و بعد برمیگردم به وزیر بهداشت. ببینید من برخلاف دکتر پیرمعزن اتفاقا وزیر بهداشت رو بسیار به ایشان نقد دارم. چند ماهی نمیگذره که ما فاجعه چنار محمودی رو داشتیم. وزیر بهداشت اصلا از منظورتون اون روستایی هست که آلوده به عید شد؟ بله. من گفتم وزیر بهداشت باعث تحریک مردم روستا بود و اون جار و جنجال اصلا منبعش رئیس وزیر بهداشت بود. ببینید در زمان مجلس ششم من بخوام بگم نقد وقتی میخوایم بکنیم، ببینید ما نباید سیاه‌سفید ببینیم. یک تیف داریم. شما در همون وزارتخانه معاون تحقیقات دکتر ملک افضلی قبلا بودن، حالا دکترها و متخصصایی هستند اونجا که اونها محققان برجسته جهانی هستند. بله.
ولی وزیر این که روشن هست که ما در مورد پزشکان و پرستاران این روزها هم بسیار میشنویم که مردم بسیار متشکر هستن و معتقدن که اونها در واقع در صف مقدم دارن جونشون رو فدا میکنن. تعداد زیادی از پزشکان و پرستاران در این راه فوت شدن و بسیاری در واقع علاقه خودشون رو به اونها نشون دادن و نشون دادن که متشکر هستن. اما بحث عمده این هستش که شما یک سیاست کلی باید داشته باشید که اون دکتر و پرستار هم در واقع مجری اون سیاست هستن. و بحث دیگر اینه که امکانات دارن اینها که بتونن اون کاری که میخوان. من اجازه بدین آقای دکتر علایی، من امروز همین امروز دکتر یه لحظه خواهش می‌کنم آقای دکتر همین الان آقای دکتر علایی رو همین الان ما می‌کنیم رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. همه مردم استان کرمانشاه هم اعتماد دارن. دستکش نیست، ماسک نیست، اتاق عمل خالی وسایله. بذارید جواب بدم آقای دکتر علایی، بفرمایید. ببینید ما نگران شغل گرفتن و شغل دادن نباشیم. من منظورم اینه که اون بنده خدا الان گرفتاره، نمیتونه کاری حل کنه. یک مسئولیت کسی قبول میکنه اول باید ببینه که پاسخگو باشه. وقتی که وزیر میبینه آقای دکتر قاضی زاده چطور رفت استعفا داد، گفت من نمیتونم. خب بنده خدا نمکی هم استعفا داد. نمکی استعفا داد. الان من بذارم یه سوالی بکنم از جفت شما آقایون. اصلا الان مسئله ما وزیر بهداشته. الان که دیگه سطح رفته ببنید. در سطح رئیس جمهور باید تصمیم بگیره. اصلا به نظر من از رئیس جمهورم بالاتر. یک عزم و اراده ملی میخواد. رهبری باید خودش بیاد. یک اشتباهی است که خودش کرده، خودش باید بیاد. جو شهید حساب کردن مرده های بیمارستان ها که مشکل رو حل نمیکنه. ایشون باید خود آقای چیزام تصادفا خود آقای روحانی هم همین رو گفته. گفته چون مثلا من الان بشم رئیس کمیته کشور، روحانی گفته گفته من که نمیتونم به سپاه دستور بدم، من که نمیتونم به ارتش دستور بدم. اون کسی که فرماندهی کل تمام تشکیلاتو داره باید خودش وارد بشه، یا اینکه علنا یه حکمی بده بگه آقا جان این به قول آقای دکتر. بعد خانم قاضی زاده، ایشون که میگه اعتماد و اعتماد، اول چیزی که بایستی اعتماد داشته باشیم ما به خارجی ها و اون نوشته هاش اعتماد داشته باشیم. همین مصوبات سازمان بهداشت جهانی رو گفتن که کسی اعتماد نمی کنه. اگر ما اعتماد داریم، من توی واشنگتن با وزارت امور خارجه کل کلنجار رفتم اینا ببندم وسایل بفرستم. بعد داشتتون این هست برای نمیدن. اجازه نمیدن. به هر حال بحث بهداشت یه جور دیگه. از امریکا الان میخوام بفرستن بسته های آماده باش هواپیما رو آماده کردن، اجازه نمیدن. آی پی مازن اجازه بدید آی دکتر علی بفهمه. ببینید اول ما باید مردم رو در نظر بگیریم. خب مردم دارن از بین میرن. ببینید گزارش سازمان جهانی بهداشت برای مردم اعتماد سازی نمیکنه. مردم اون فوتیا رو میبینن. سازمان جهانی بهداشت میگه نه 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 متوجه منظورم نشدی. نه سوء تفاهم. من میگم مصوبات سازمان های بین المللی رو حکومت اسلامی ایران قبول نداره. منظور من اینه. بذارید آقای علی جنبندی کنن کوتاه بفهمید. سازمان جهانی بهداشت میگه که چی؟ میگه اگر با تست پی سی آر قطعا تشخیص نکردید شما گزارش کرونا نمیدید. وزارت بهداشت به این سمت رفته. مردم دیسترس حاد تنفسی رو دارن میبینن، پزشکا دارن میگن ما بیمارامون دارن فوت میکنن، آمار ما بالاست. مردم بین این عدم اطمینان اصلا افتاده. عدد چقدر اهمیت داره آقای دکتر علی؟ الان همه میدونن اوضاع خراب هست و آمار دقیقی نیست. ببینید عدد چرا مهمه؟ برای اینکه اون سیاستمدارها، اون تصمیم گیرنده‌ها در کشور ایران رهبر، در دنیا سازمان ملل تحریک بشن. ارتباط ما برازه. بله بگید آقای علایی قطع شد یه مدت. آقای علایی دوباره بفرمایید قطع شد. و این عددها باعث میشه که سیاستمداران و تصمیم سازان کلان در یک کشور و در جهان توجه خاص کنند، نیروها و منابع گسیل کنند به این موضوع. این عدد از این لحاظ و از لحاظ مردم که یک موضوع جدی بگیرن. وقتی که مردم بدنن که در کل کشور این بیماری پراکنده شده، باعث مرگ میشه و میشه ازش پیشگیری کرد، آگاهی مردم باعث میشه که خودشان قرنطینه کنن، خودشان پیشگیری کنن. ما همیشه مشکلی که داریم، مشکل ایدئولوژی اینه که من فکر میکنم چون من دکترم هر نظری میدم باید بیمارم قبول کنه، در صورتی که نمیام به بیمارم آموزش بدم و او خودش انتخاب کنه. ببینید ما باید
محوریت بذاریم بر اون فردی که خدمت میگیره، نه اون کسی که خدمت میده. این نگاه باید عوض بشه. متاسفانه در ایران ما این نگاهی داریم که حاکمیت دستور میده و میگه دنبالش باید برن و مردمم چون اطمینان ندارن مگه گوش نمیدن. چین اینطوری نبود و چین موفق شد کنترل بکنه؟ چین با خودی دکتر حق دارن. ببینید تجربه کره جنوبی الان مدون شده. یک کشور کاملا دموکراتیک که شما به هیچ وجه به هیچ شهروندی نمیتونید بگید چه کار بکن چه کار نکن. اتفاقا کره جنوبی شاید از اروپا دموکرات‌تره. زمانی که به مردم با شفافیت کامل گفتن که اینا آماره و داره به طور نمایی میره بالا و ما نمیتونیم در واقع تیچ درمانی هم وجود نداره و اینا، خود مردم اعتماد کردن، خودشون رو قرنطینه کردن. شرکت‌های خصوصی، ببینید کره جنوبی یک کشوریه که مثل ایران که اختصاصش دولتی نیست یا مثل چین، خب اینا با در واقع خود مردم به این آگاهی رسیدن و احساس خطر کردن، خودشون رو قرنطینه کردن، محال بود دولت بتونه واقعه قهریه انجام بده. بحثی که آقای دکتر پیرمعظم مطرح میکنن، میگن که ایران حتی توصیه های سازمان های جهانی رو به جدیت اجرا نمیکنه، خیلی هاشون رو نمیپذیره. الان که وضع به هر حال پندمیک شده، اجازه ورود همگیری خارجی، بله یک همگیری جهانی شده، آیا سازمان های جهانی با توجه به اینکه به هر حال کشورهای اطراف ایران همین حالا ایران رو متهم کردن که با ندانمکاری، با لاپوشانی باعث گسترش بیماری به کشورهای اونها شده، آیا میتونه به ایران در واقع در این زمینه یک چیزهایی رو اجبار بکنه که ایران باید این کارها رو انجام بده یا نه؟ خانم غازی‌زاده، من با دکتر علایی موافقم که بجز با اعتماد به علم و تجربه هیچ کار دیگه نمیشه کرد. تجربه داره به من میگه مقاومت هایی که در روز اول توی ایران از لحاظ مذهبی، سیاسی، اعتقادی یا لج و لجبازی بود داره میشکنه. یعنی اشخاصی که روز اول منادی تئوری توته و غیر و زالک بودن، به محض اینکه دیدن که برادر خودشون یا پدر خودشون درگیر شده، الان دارن تجدید نظر میکنن و دارن دست به دومن دولتی میشن، میگن که تو رو خدا این مردم رو نجات بده. این خیلی مثبته. یعنی در واقع شکستن اون تفکر اولیه که نه آقایش بیماری نیست، به قول دکتر ولایتی خودش میاد و میره، که خب نیومده نرفت، اومده فعلا مونده. دو، ما یه روشایی داریم، واکسن هفته دیگه درست میکنیم، اندیشمندای ما مثلا از امریکا هم جلوترن، یا اینکه مثلا روشای دیگه نمیدونم غیر علمی و غیر پزشکی داره. همه اینا الحمدلله شکسته، از میز رفته کنار. الان یه میز خالی داریم که به قول دکتر علایی باید فقط کتاب بچینیم روش. خب بذارید این کارو بکنیم. اینکه دیروز چی شد؟ چرا قمره قرنطینه نکردن؟ چرا به جاش مثلا داروی نمیدونم سنتی گذاشتن؟ آقای پیرمعظم اینجا چیزی که میگن این هستش که شما که در واقع همه پزشک هستید، کارشناس هستید، صاحب نظر در این حوزه هستید، یک پیشنهاداتی دارید که پیشنهادات منطقی هم هست. اما اون کسی که باید اجرا بکنه و بپذیره کسی دیگری هست. شما هر چقدر هم بگید روی میز کتاب بگذارید، ممکنه یک نفر بگه باشه کتاب بذارید ولی مفاتیح جنال باشه. ببینید خانم غازی‌زاده، من مطمئنم انشالله مشکل ایران پس فردا حل بشه با یه معجزه. خب من تو امریکا باید همه این مصاحبه ها رو از فردا با سی ان ان این ور اون ور بکنم، التماس کنم که اینجا دولت تنبلی نکنه و حماقت نکنه. این عمومیه. چون فکر نکنید که ایران حکومتش، حالا خب ایران خیلی کنتر عمل کرد، الان به فاجعه رسیده. ببینید من تو امریکا نشستم دارم به شما میگم، به خدا قسم الان ما نشستیم ببینیم که چطوری میتونیم خودش تو سر دولت بزنید. من یه مثال تاریخی بگم این قضیه. فکر کنم خیلی شبیه اینه. ببین در زمان جنگ من در تمام طول رزیدنتی همیشه توی عملیات ها به عنوان عضو تیم اضطراری بودیم. روز های سالهای آخر جنگ ایران در مقابل عراق یه تانک های عراقی ها داشتن، ایران نیازمند یک سری ضد تانک هایی بود که فقط در امریکا تولید می شد. بعد با یک شگرد خاصی از طریق آقای روحانی و از طریق آقای هاشمی با اون داستان مکفارلین، اینا این چیزها رو خریدند، این تجهیزات رو. حتی تو جبهه ها تو لشکر آشرا من یادم بسته هایی که از اسرائیل اومده بود میگفتن که اینا از اتریش اومدن. به محض اینکه اون تجهیزات اومد دیگه تانک های عراقی نتونستن به طرف خوزستان بیان. ببینین الانم خیلی روشنه یه بحران داریم در کشور، یه بلای مصیبتی است. اگر
این در واقع ویک اپ کال نباشه، بیدار نباشیم، همه جا رو خواهد گرفت. 30-70% دکتر مردانی هم گفت تا سال آینده ممکنه که ایرانی گرفتار بشه. تنها راهش اینه که این بی‌اعتمادی که نسبت به خارجی‌ها، چطور که در داخل اینا میگن مسئولین داریم، مسئولین کشوری به خارجی ها بی‌اعتمادن. بنده و ایشون و آقای دکتر الان نمیتونیم وارد بشیم، میگن جاسوسان آمریکا هستن. فرناز خانم، باید خارجی ها، چه پزشکا، چه سازمان بهداشت جهانی، چه حتی تمام، حتی خود وزارت خارجه آمریکا، وقتی میخوان بیان دست مردم ایران رو بگیرن، میان ماسک پخش کنن، بیان دستکش پخش کنن، بیان ژل پخش کنن، دیگه نباید ما بگیم که اون رو باور کنیم. طرف گفت وزارت خارجه، همین ظریف گفته اگه ما به اجازه بدیم که پمپون هواپیما رو بفرسته، آقای ترامپ محبوب ترین چهره در ایران میشه، نما اجازه نمیدیم. یعنی اگه مردم تلف شدن، ماسک ندارن، نمیدونم ژل ندارن، نمیدونم بیمارستانا گان ندارن، تو داخل کشور اینا فضای سیاسی کشور، بعد این آقای موسوی اومد گفت نه ما اجازه نمیدیم. چرا اجازه نمیدین؟ اصلا وقتی در یه چنین مصیبتی در دنیا اتفاق بیفته، با هواپیما میان بسته‌ها رو میندازن فرار میکنن. یعنی جامعه بشری دنیا الان آماده هست که بیاد داخل کشور. مثلا دیشب وقتی من متوجه شدم که این پروتکل‌های درمانی رو که میخوان برن در ایران در چند بیمارستان مطالعه کنن، گفتن نه ما اجازه نمیدیم هر خارجی با یه دارو وارد بشه. این بی‌اعتمادی به خارجی‌ها رو الان من خواهش می‌کنم، چون خیلی وقت من همین رو خواهم میگم، باید اینایی که تصمیم میگیرن الان راجع به این من با از طریق تشکیل اون کمیته که گفتم من موافقم، ولی افرادش ما با هم اختلاف داریم. من میگم آقای رئیس جمهور در ایران نه پول داره، بگیم که این پول دستشه، اصلا اینا نمیتونن سال آینده بودجهشون رو ببندن، نه نه مجلس قدرت داره، برای اینکه مجلس اصلا آقای مطهری پریروز فهمیده که ویروس اومده تهران، نه مجلس کاریه، نه رئیس جمهور کاریه، نه اون کمیته کشوری کاریه، یک نفر در این مملکت تصمیم میگیره. شما حساب کنین آقای خامنه‌ای میخواست انتخابات برگزار کنه، دیدین چه جوری زیبا برگزار کرد، همه رو رد صلاحی کرد، همه رو خفه کرد، همون جوری که میخواست در آورد، میخواست راهپیمایی 22 بهمن. آقای خامنه‌ای باید اراده بکنه که چطور راهپیمایی 22 بهمن رو به نظر خودش باشکوه برگزار کرد، چطور که انتخابات رو باشکوه باید بیاد وسط میدون، متوجه بشه این بیماری ویروس منحوس نیست، اراده و عزم ملی. همین آقای رئیس جمهور چین بارها رفت تو شهر ووهان خودش مدیریت بکنه. من به خاطر کریدور سیاسی ایرانو میشناسم، اختلاف کردم بین من و دو بزرگوار هست اینه که من اونجا بزرگ شدم و حس میکنم افراد در واقع یک دو دقیقه تا پایان برنامه وقت داریم، فقط با جامعه پزشکی رو یه بحث علمی خیلی کوتاه هم در آخر داشته باشیم. بله آقای دکتر علی، بذارید از شما بپرسم، این الان میگن تا 20 فروردین پیک در واقع قضیه است و بعد احتمالاً به سمت کنترل میره، آیا شما با این موافقید؟ کوتاه بگید ممنون میشم. ببینید پیک رو به بالاست، یعنی ما افزایش بیماری رو خواهیم داشت. منتها من اینجا از این فرصت استفاده میکنم، ببینید یک راهکار نیست، راهکار یک اینه که چون پاندمیکه تمام دنیا دست به دست هم میدن، از کمک های همدیگه استفاده میکنن. با این قسمت صحبت دکتر پیرمحزه کاملا موافقم، ولی بیایم دو بگیم. فرض کنیم ایران بگه من از هیچ جایی نمیخوام کمک بگیرم، اگر این کار میخواد بکنه از نیروی متخصص داخلی که اونجا کار میکنن استفاده کنه. ما مشکلی که داریم الان نیروی متخصصی که داره نظر میده اونم حرفش رو گوش داده نمیشه. بله آقای پیرمحزن اینجا میگن این حرف من شد، من از اول من اینو میگم. دکتر پیرمحزن ببینید، دکتر پیرمحزن یه جور دیگه میبینه. دکتر پیرمحزن میگه اگر این آدم در این فاز فکری یا سیاسیه نظرش نه. نه من میگم برداشتتون درست نیست آقای دکتر، شرمندم. خب به نظر میاد که الان ما موفق شدیم تو این برنامه دست کم همه شما رو با هم نظر بکنیم، که خودش این نکته مثبتی است. دست کم در یک برنامه تلویزیونی ما به نتیجه رسیدیم. ممنونم از همه شما که در این بحث شرکت کردین، آقای دکتر رضوی، آقای دکتر علی و آقای دکتر پیرمحزن، و ممنونم از شما که در این صفحه دو همراه ما بودید. شب و روزتون خوش.